قبل از انقلاب زیاد کمتر، ولی بعد از انقلاب خیلی سخنرانی کردم اینجا. یه بزرگ داشتی هم از من در همین تالار اینجا برقرار بود که یه کتابی درباره بنده چاپ شد که دانشجویانم تهیه کرده بودن و خودم هم اون روز سخنرانی کردم و دوستامونم مطالبی درباره بنده گفتن که البته جنبه انتقادی شو نفرمودن، بیشتر دوستانه. نظم، دقت، جدیت، صفای باطن، وظیفه شناسی و به معنای واقعی معلم واقعی. یه معلم فلسفه به معنای حقیقی کلمه هست، یعنی در تعلیم مفاهیم فلسفی و در تدریس فلسفه یکی از اساتید بسیار موفق بوده، خاصه در فلسفه اروپایی. یعنی اون مفاهیم و معانی رو با توجه به مطالعات عمیقی که داشته، و ایشون نباید فراموش کنیم که فلسفه غرب رو هم در سوربن خونده، دکترا رو از اونجا گرفته، و انتقال اون به نسل جدید و به دانشجویان بسیار مؤثر بوده و شاگردان خیلی خوبی تربیت کرده واقعا، و این بسیار جای سپاس داره واقعا. فیلسوف در واقع فرهنگساز هست به یه معنایی، ولی در درجه اول کار فیلسوف آگاه شدن از مسائل. برای فیلسوف طرح مسئله مهمتر است، طرح درست مسئله مهمتر است حل اون مسئله است. راه حلای عجولانه و راه حلایی که دربارش تأمل نشده، تفکر نشده، معمولا نتیجه نمیده. و راه حلا باید برای اینکه منتج به نتیجه مطلوب بشه، باید درست مسئله در درجه اول درست طرح بشه. تا مسائل رو درست طرح نکنیم، جوابهای سریع و عجولانه نمیتوانیم بدیم و خیال کنیم که مسئله رو حل کردیم. بله. افراد زیادی من اینجا دیدم، غربی که اسمشون یادم نیست، آلمانی، فرانسوی در درجه اول، و بحثایی هم اینجا داشتیم که بیشتر هم به فرانسه صحبت میشد، هم به فارسی صحبت میشد و حتی به زبانهای دیگر. بعد آقای ایزتسور اینجا دیدم، بعدم که افراد دیگری مثل آقای دکتر اعوانی رو اونجا میدیدیم، استادای دیگری که میمدن برای سخنرانی یا برای شنیدن سخنرانی ها، من اینجا ملاقات میکردم. یعنی یک کمی رابطش با دانشکده ادبیات دانشگاه تهران وجود داشت، یه رابطه بین اینجا و دانشکده ادبیات وجود داشت که ما از اونجا به اینجا میمدیم و افرادی که در اینجا بودن همچنین میمدن به دانشکده ادب. انسانی که مسئولیت پذیر نیست یه فرده، انکانتا، ولی در اون مسئولیت پذیرش میشه شخص، یه شخصیتی میشه. وقتی که شما یک نکته رو میفهمید، اون موقع یه شعفی در شما ایجاد میشه که با هیچ شعف دیگر قابل مقایسه نیست، با هیچ لذت دیگر قابل مقایسه نیست، و همون رو نتیجه زحمت خودتون میتونید بدانید. و متاسفانه در ایران این روحیه همراه کردن شناخت با شعف و با کوشش برای شناختن خیلی کم شده در میان جوانان ما، و من این رو صریحا اینو میگم، هیچ رو در واسه ندارم، من اینجا وایستادم که با این مبارزه کنم. با جوانی که در کلاس به من میگه من مایوس هم یأس دارم، بجز نفرت چیز دیگری نسبت به او من در خودم احساس نمیکنم. یعنی حق نداریم یک موهبتی که خداوند به ما داده که اسمش زندگی است، اصلا به خودمون اجازه بدیم که یأسی در خودمون ایجاد کنه. ممکنه مشکل داریم که حتما داریم، مشکلی که موفق نیستیم که خوب نیستیم گاهی، ممکنه که مثلا اون چیزی که میخواییم به دست نمیاد، تمام اینا ممکنه، ولی در عین حال اون
زجر زندگی همون ادامه است. ادامه دادن به همون جستجویی است که قبلا هم بوده، قبل از یأس بوده و بعد از یأس هم باید باشه، اگر یأسی هست. این که شخص رو، جوان رو مایوس کنن، بزرگترین خیانتی است که به این مملکت میتونن بکنن. با صریح میگم، هیچ رو در بسه ندارم. این یک کتاب راجب سید جمال اسدآبادی و تفکر جدید که چاپ اولش را آوردم به علت این شکل جلدش که به نظر من تا حدودی بدیه و این شکل باز از این طرف یه جور کار هنری خواسته بکنه در از جلد ساز. این متنی که اینجا پشت عکس سید جمال الدین اسدآبادی هست، متن خود ارنست رنان که بر ضد مسلمانان نوشت. این از اصل متنه. سید جمال الدین بهش جواب داده و این خودش یک بحث مهمه. امروز تصادفاً متوجه شدم که در این نسخه این کتاب یه مقاله هم از روزنامه ایران درباره این کتاب همون موقع چاپ شده. من اینو بریدم با یک کتاب گذاشت. اینم اون جلد کتاب هم آورد. قضاوت عجولانه به علم صدمه میزن. قبل از اینکه قهرمانهاتون رو بسازید، اونها رو زود قضاوت نکنید. نگید این حاجیه پس بده، اون یکی نمیدونم دانشجوه پس خوبه. این زود قضاوت نکنید. انسان پیچیده تر از آنه که با یک حکم ساده لوحانه اولیه بشه شناختش. خیلی انسان ها ممکن ظاهرشون خبیث باشه ولی کارهای خیلی بزرگی هم انجام بدن و ممکنه خیلی مهربان هم باشن و کاری مهمی هم نتونن انجام بدن. باختین یک چیزیست که دوره سابق در روسیه اصلا هیچ کس اسمش رو نمیدونست. الان خیلی باب روس شد، فرانسه، آلمان، ایران حتی صحبت باختینه در ادبیات. باختین نش اینا رو اخیرا من یه ذره کار میکنم، خودم نمیدونستم، یه سال پیش اسمش هم نشد. نشون میده که ما هر انسانی، تقی، نقی، رضا، کریم، این در روابط مختلفش شناخته میشه. همون آدم در خانواده با زنش یه رابطه داره، با بچهش یه رابطه داره، با همکارش در ادارهش یه رابطه دیگری داره، با مغازه‌دار محلهش یه جور دیگه است. در این مجموعه این شخصیت میشه شناختش یا بهش نزدیک شد و نحوه شناختن او حرفهای خودش نیست. در اون روابط شخصیت بروز مثبت یا منفی، مثلا رابطه که بین شما و بنده است هم شما رو داره معرفی میکنه هم داره من معرفی. رابطه که بین همکاراتون هست یه جور معرف شماست. در دو سه حوزه خوب خیلی تخصص داره. اولا تخصصشون در فلسفه غربه، اگرچه گاهی مسائل تطبیقی هم بالاخره نوشتن و حتی کتابی هم درباره سهروردی هم دارند، اما تخصص ایشان فلسفه غربه و خاصه اولا حوزه دکارت قدیم. از دکارت، فلسفه دکارت، مدرس فلسفه دکارت در سطوح مختلف بودن در بالاترین سطح. حوزه دکارتی که شامل لایبلیتس و دکارت و لایبلیتس و اسپینوزا میشه. بعد به حوزه ایدئالیسم آلمان، مخصوصا درباره هگل و کانت اینا، و در حوزه ایدئالیسم کانت هم مخصوصا درباره هگل بیشتر تألیف کردن. چند کتاب درباره هگل دارن که واقعا خوبه، زحمت کشیده و کار کرده. شاید سه کتاب مثلا درباره هگل دارن که خیلی ارزنده است. درباره کانت هم یکی دو کتاب دارن. البته در حوزه های دیگری اخیرا به گرایشی داشتن به فلسفه قرون وسطا و کتاب‌هایی هم نوشتن و الان هم در افلاطونیان و نو افلاطونیان هم یه تألیفی دارن. بله، من دوره بازنشستگی و موقعی که دیگه تدریس نمی کردم تصمیم داشتم که چند تا اثر
مطابق خواست خودم، مطابق میل خودم بنویسم که الزاماً جنبه بگه درسی نداشته باشه. نمیخواستم دیگه تدریس کنم. در کتاب ها من بعضی از کتاب ها مجموعه درسام. و چهره سهروردی از بچگی اسمش رو شنیده بودم و ما دبیرستان بودیم. اون جزوه کوچکی آقای دکتر مهدی بیانی چاپ کرده بودن که اون رو من اون موقع خونده بودم. ولی مطلبی دستگیرم نشده بود. یعنی حتی فارسیش هم شاید خوب نفهمیده بودم. ولی میشناختم. اسمش رو میشناختم. کرمن از اونجا که اصلا تحولی ادعا می کرد که حالا من نمیدونم چقدر درسته یا نادرسته، ادعا می کرد که با سهروردی متحول شد. کرمن این رسما میگه اصلا از این رو به اون رو شده. کرمن این ادعا رو میکرد. حالا من هم شاید به اون حالت نبود ولی علاقم پیدا شده بود. منم علاقمند شده بودم و کنجکاو شده بودم که سهروردی رو یه ذره بیشتر بشناسم و دیگر اینکه دلم میخواست یه کتابی بنویسم که جوانای ما انس بگیرن با رجال فرهنگی خودش و به خصوص که زندگی سهروردی حالت دردناکی داشت و خب بناچار هر کسی رو محصول میکرد، یعنی در این حزن حضور پیدا میکرد. به این صورت کتاب رو در واقع علاقمند شدم و کتابم یک کتاب تخصصی، الزاماً یک کتاب تخصصی درباره سهروردی نیست. یک نوع جنبه ابتکاری میخواد داشته باشه. سعی کردم شخصیت سهروردی رو یه خورده زنده تر نشون بدم. سهروردی که سفر میکنه، کوه ها رو نگاه میکنه، نمیدونم نظراتی رو در به اصطلاح احساساتی داره، عواطفی داره، نگاه شاعرانه به طبیعت داره، نگاه درونی به طبیعت داره، خودش رو در طبیعت منعکس میکنه، طبیعت رو در خودش منعکس میکنه. این سفرنامه، یه جور سفرنامه روحی سهروردی به عنوان یک هنرمند کوه‌ها رو، رنگ کوه‌ها رو بیان میکنه و اینا. ضمناً عشق به ایران هم در این نوشته هست. اون جنبه موسیقیایی سفر سهروردی دلالت بر حالات درونی سهروردی. اون حالات درونی سهروردی موجب میشه که ما فکر بکنیم این حالات جنبه به اصطلاح یک ضرباهنگ پنهانی رو نمایان میسازه، یه ضرباهنگ درونی رو. من خودم اعتقاد دارم که این هست. شما وقتی سفر میکنید به فکر واداشته میشید. این تصاویر زندگیتون، چه گذشته چه حال، مرور میکنید در ذهنت و این رو در این مرور یک نوع چیزی هست، نسبت هایی هست، سرعت پیدا میکنه، این تصاویر آرامتر میشه، فاصله میگیرن از هم دیگر. اینا جالب توجهه روی هم رفت. از خود سهروردی است. این که میخوام بگم خیلی دقت کنید. یه جا میگه رفت به صحرا، جایی که انسان با فرشتگان وعده ملاقات داره. انسان در صحرا با فرشتگان وعده ملاقات داره، یعنی در اون تنهایی خودش، در اون جایی که دیگه مشغول نمیشه با به اصطلاح با اونچه که در جهان مادی امروزی هست. آقای دکتر خیلی خشنه.
خشنه. اگر عکس جوانی بود میخواستم، ولی این دوره دیگه نمیخوام. اینم حرفی نیست، من خودم جوان میدونم، ولی عکس این جوان رو دیگه نمیخوام. عکس اون یکی جوان رو بابا. این کتاب سبزه افلاطونیان متأخر، عنوان دوم چه نگاه کن، از اودریوس تا ویکتور کوزن. اودریوس یه فیلسوف افلاطونی قرن دوم، اول دوم میلادی، یعنی 2000 سال پیش. ویکتور کوزن استاد سوربن در قرن 19، و اون کوچه که جلوی دانشگاه سوربن اسمش ویکتور کوزن، یعنی در واقع از افلاطونیان تا سوربن اسمش. خب این شخص در فرانسه قرن 19 اسمش با هگل هم دوست بوده، وقتی رفت آلمان با هگل هم مشهور بود، فکر کنم اصلا فکر هگل گرفت، سوربن فلسفی کرد، نمیذارم یا فلسفه باید باشه به عنوان بنیادی یا دانشگاهتون باطله. یعنی نه اینکه میگه بده ها، شما زمین شناسی میتونی بخون، جغرافی میخوای بخون، نمیدونم روان شناسی میخوای حتما بخون، جامعه شناسی بخون، نمیدونم چی بخون، روان شناسی کودک بخون، باستان شناسی همش بخون، ولی اون روحیه دانشجویی رو باید از فلسفه بگیر. این نیست که ما مدرک فلسفه به افراد بدیم، اصلا فلسفه رو ورداریم بذاریم کنار، ولی کسی که تاریخ میخونه فلسفه هم بدانه، کسی که جغرافی میخونه فلسفه، کسی که طب میخونه هم فلسفه رو بدانه در یه حدی. این کار اینا میخوام بکنم و کردم. قرن بیستم بعد از جنگ بین المللی اول و حتی بیشتر بعد از جنگ بین المللی دوم، دفعتا فلسفه از بگیم از اون تخت آجین خودش اومد پایین در فرانسه بیشتر از جاهای دیگر، و گفت به خصوص اونها که خودشون رو به اصطلاح اصالت وجودی اگزیستانسیالیسم میدانست، گفتن که ما رمان، تئاتر، فیلمنامه، شعر و غیره رو وسیله بیان افکار فلسفی خودمون قرار خواهیم، چون که اگر اصالت با موجوده که موجود انسانی است، این موجود انسانی فرده، این فرد به جای اینکه فقط یک فکر کلی داشته باشه، دانشگاهی داشته باشه، فلسفه به معنای دانشگاهی کلمه داشته باشه، این فرد افکار شخصیش هست و گرفتاری های روزمره داره که راجب اونها فکر میکنه. از این لحاظ رمان های خیلی زیادی در فرانسه نوشته شد که شاید معروف ترینش آن راه های آزادی ژان پل سارتر باشه، که در اونجا یه شخصیتی رو بیان میکنه که روبرو شده با خبر انقلاب اسپانیا و اچافی که در آنجا بر علیه انقلابیان روا می‌دارد. این در این تردیدش، در این دودلیش تمام افکارش رو استفاده می‌کنه که بیان کنه. این اصلا خودش ادعا می‌کنه یک رمان فلسفی، یا یعنی بعضی از نمایشنامه‌هاش و فیلمنامه‌هاش، حتی فیلمنامه‌هاش که اصلا نوشته که فیلم بشه، که من دیدم چند تاش. ولی در واقع در محیط دانشگاهی و در کلاس‌های درس بگیم تنظیم شده، حالا نفس اکادمیک رو نمی‌خواستم بگم، صحبت از ادبیات می‌کنن، مثال می‌زنن از ادبیات، ولی درس فلسفه رو در واقع با ادبیات هم سطح نمی‌کنن،
درس فلسفه به صورت سنتی اجرا میشه که خود من هم همینه خیلی میپسندم، چون بالاخره معلوم میکنه نظر چیه. و بعد مثال ها رو از رمان ها میار. مثلا در درس فلسفه اخلاق من به خوبی یادم هست مثالی که زدن، خوب یادمه، مدت ها تو کلاس شاگرد معلم همه مشغول این بحث بودن، از رمان مشهور جنایت و مکافات داستایوفسکی بود، راسکالنیکوف. قهرمان این رمان تصمیم داره که خیر باشه، درستکار باشه، ولی این درستکاری رو با خشونت همراه میکنه، برای اینکه یک پیرزن چیز رو، نزولخوار فوق العاده بدجنس رو تصمیم میگیره که اینو از بین ببره. ولی در این عملی که انجام میده روبرو میشه با یه دختر بچه، یه دختر خانومی که اونجا کار میکرده، اون رو هم مجبور میشه بکشه. حالا سوال اینه آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه؟ هدف راسکالنیکوف خیلی سطحش بالاست، مردم دوست، ولی کاری که میکنه جنایت. حالا این بحث، یک دولتی بگوید هدف خاصی داره، مثلا با فاشیسم و کمونیسم اینا هم بحث میشد راجع به این موضوع، و این بیاد خشونتی دائمی از خودش نشون بده، آیا حق داره یا نه؟ من شخصا فکر میکنم برای اینکه زیاد طولانی نباشه این بحث، هدف وسیله رو توجیه نمیکن، وسیله قسمتی از همون هدف، از خود هدف در سطح ملموستر. من شعر رو خیلی دوست دارم، چه شعر به قول جناب عالی سنتی ما باشه، چه بعضی از شعرهای جدید رو هم گاهی میخونم، ولی من هیچ وقت در طی زندگیم خودم به اصطلاح کوچکترین استعداد شعری نداشتم. همیشه شعر برای من یک رشته‌ای بود، حالا اینطوری من میگم، یه رشته‌ای بود که مثل برای من ممنوع شده بود. و بعد که خیلی کار کردم، اتفاقا اخیراً هم راجع به این موضوع یه مقاله‌ای دارم می‌نویسم درباره افلاطون و شعر، می‌بینم که او هم گاهی ناراحت از دست شعرها و حس می‌کنه که با قدرت تنظیم و تدوین کلمات و به نظم آوردن کلمات حقایق رو تحریف میکنه. یه خود نظر منفی داره، ولی در واقع شعر ایرانی رو، فارسی رو من واقعا خیلی دوست دارم و فکر میکنم مشخصه فرهنگ ما در درجه اول شعر، و حتی فلسفه در شرق که ایران را هم جز این شرق و باید محصول بداریم، رساله های منظوم فلسفی داره. شاید تنها جای دنیا هست که مثلا فرض کنیم گلشن راز که یه رساله فلسفیه ولی به صورت شعر، یا مثلا از این بالاتر بریم همه مولانا، یا بعضی از اشعاری که حتی سهروردی هم شعر گفت. میدونید فکر میکنم در ایران اگر بگید چه رشته‌ای واقعا به طور عمیق روح ایرانی رو منعکس میکنه، من بلافاصله جواب خواهم داد شعر. فلسفه بعدیه، یعنی یه تأمل بعدیست. اون جهش روحی ایرانی به سمت شعر خیلی متمایل. شعرها رو دوست دارن، ولی از طریق شعر افکارشون رو به دیگری نمی قبول دارند. فکر جای خودش. قبول دارم که نیما یوشیچ شاعر تراز اولیست، ولی برای اینکه دروغ نگویم بعضی از کلماتشو و اصطلاحاتشو من شخصا مشکل دارم، خیلی راحت در نمیابم. ولی خب یه شاعری که در دوره جوانیم خیلی ساده بود ولی من خیلی دوست داشتم، داره که دبیرستان بودیم، اون فخرالدین گرگانی بود اگه اشتباه نکنم، که اون شعر باران رو گفته بود، من یادمه،
سالهای سال وقتی صبح میرفتیم مدرسه، من ته دلم این شعر رو با خودم میخوندم و البته خب چیزم دوست داشتم، در واقع شعرهای دیگر رو هم دوست داشتم، ولی این به نظر من خیلی دلنشین بود و یه نوع به اصطلاح زندگی رو ستایش میکرد که زندگی هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا. یه چیزی بود که مثل احتیاج داشتم بیشتر بشنوم اینو. و حالا یه چهره دیگری هم از خودم نشون بدم، چون من چند عینکم نمیبینم، مشکل دید دارم. وقتی میخونم و مینویسم بیشتر با اینه، با این کسا نمیبینم. خب حالا بهتره. به نظر بنده فرهنگ مثل درخت نخل میمونه، خرما. درخت نخل با تمام درخت های دیگری که ما در این طبیعت میشناسیم متفاوت. هر درختی رو شما سرش رو ببرید، اون بالاش رو ببرید، این بال پر بیشتر پیدا میکنه، شاخه ها شعون میزنه، بیشتر رشد. درخت نخل اگر قسمت سری رو قطع کنید میمیر، مثل حیوان. از این لحاظ میگه یک اسبی رو سرش رو قطع کنید میمیر. درخت نخل اینجوری. حالا این یه چیزیست که با در نظر میگیرم. به نظر من فرهنگ اگر رو به رشد نره، یعنی رشد نکنه، از سرش رشد نکنه، ریشه هم صدمه میبینه، ضایع میشه، میمیره. اگر جلوی رشد فرهنگ گرفته بشه، اون ریشه هم نابود میشه. من روی مقاله کوچیکی یه وقتی نوشتم که الان یادم افتاد، راجع به سینما، دو سه صفحه بیشتر نیست، این چاپ شده در یک کتاب، و لغت آلمانی لیخت اشپیل. سینما همه جا کینو گفته نمیشه به آلمانی، بعضی جاها میگن لیخت اشپیل، یعنی بازی با نور. خب همین بازی با نور نوعی فلسفه اشراقه، در پرتوهای نوری عالم رو میبینه سهروردی، درجات نوری هست که جهان جلوه میکنه، در اکتشاف و اختفای جهان شریک میشیم با نور، و این در سینما هم میتونه صادق باشه. در فرانسه وقتی در سوربن بودم متوجه شدم که سینما میخوام بگم فقط یه تفریح نیست. اینو من در فرانسه متوجه شدم و برای دانشجویان هر هفته یک سینه کلوب داخلی داشتن که به طور آزاد میتونستید شما برید یه فیلم قدیمی صامت یا مثلا یه فیلم قدیمی فرانسه که از لحاظ تاریخ سینما میتونست مهم باشه ببینید. در نتیجه به مرور من خوب ذهنیتم عوض شد و سینما برای من تاریخ پیدا کرد، یا به این معنا که میباید سینما رو قبلا شناخت، و بدون شناخت سینما نمیشه یه فیلمی رو دوست داشت یا یه فیلمی رو دوست نداشت. یعنی دیگر به خودم اجازه نمیدادم که بر حسب نظر شخصی خودم یه فیلمی رو قضاوت بکنم. خب در این سینه کلوب ها که خیلی بعد خیلی علاقمند شده بودیم، با دوستای ایرانیمون میرفتیم، با اهل سینمای سنتی صامت هم آشنا شدیم، خیلی خیلی زیادتر از اونی که من الان میگم. مثلا تمام
آن فیلم های مکس لین لیندر رو به ما نشون دادن، نمیدونم فیلم های صامت آلمانی رو نشون دادن، سقوط خوب یاده و خانواده اشتنباخی هم چه اسمی بود که یک آدم مخوف بود، یا گالری دکتر کالیگاری، نمیدونم مطب دکتر کالیگاری که به اصطلاح حالت سورئالیست داشت. این شناخت موجب شد که ما با کارگردانی های بیشتر علاقمند بشیم در فرانسه که فرزند سنتشون بودن، نه دیگه همچی مثل قارچ نرویده بودن دنبالشون خیلی این رویه فرانسوی ها، یعنی سابقه شو در نظر میگیره بعد میخواد قضاوت کن. اونجا طبیعیست که مثل بقیه یه دانشجویان من از رنکلر خیلی خوشم میمد، خیلی خوشم میمد رنکلر، بعضی فیلماش فکر میکنم چارلی چاپلین از او تقلید کرد، میتونم نشون بدم اینو، حتی خودشونم گفتم. بعد یک سینئاستی بود که پسر نقاش معروف رنوار بود، اسمانم رنوار بود، رنوار پدر نقاش بود و پسر فیلم ساز بود که فوق العاده فیلماش خوب بود و در سنت کاملا فرانسوی بود و بعضی فیلم ها که قبل از جنگشون درست کرده بود در واقع انحطاط جامعه فرانسوی رو به صورت مضحک نشون میداد که اون موقع برای ما بقیه خیلی برای همه خوشایند بود، برای ما هم به تبع اونا خوشایند به نظر میرسید. بعد اون دو سه تا فیلم دالی رو هم دیدم که چیزاش دکوراشو در واقع دالی ساخته بود، فیلم سازش بونوئل بود که یک سینماست فوق‌العاده ماهر اسپانیایی است. ناخواسته در مقابل دیگری شما یه چهره دیگری از خودتون نشون میدید. این دوربین الان دیگریه، چشم خارجیه، راجب نگاه هستن، بحثای زیادی هست. سینما برای من تبدیل شد به شناخت سینما و الان هم که البته دیگه من اونجور سینما که نمیرم، ولی خب گاهی که در تلویزیون یا گاهی میبینم فیلم ها رو بر حسب میل و خواست خودم قضاوت نمی کنم، یه خورده هم به اصطلاح معیارهای فیلم خوب از فیلم بد و غیره دقت میکنم. مثلا کیارستمی رو خیلی دوست دارم که تقریبا اکثر فیلماش دیدم، راجبش هم یه وقتی یه مقاله نوشتم که بعد غیر مستقیم توسط کسی از من تشکر کرده بود. همین رو هم رفته علاقمندم که سینما جنبه تجاریش کمتر بشه، جنبه فرهنگیش بیشتر بشه و نه خود فقط سینما ها، ولی مردم توقع فرهنگی بیشتری داشته باشه. اول ازدواج ما بود، ناراحتی همه جور کشیده بودید، همه جور. آخر اونقدر خسته شدم از ناراحتی که یه روز پاشدم خودم راحت کنم، بابا از این ناراحتی بید چی خبره؟ والا قبول دارم که سینما یه مستند سینمای واقعیته، ولی تعمیم نمیدم این، برای اینکه اون کسی که فیلم مستند میسازه بالاخره اگر هنرمند نباشه و اگر اون واقعیت رو به نحوی که بایسته است نتونه ببینه، نتونه نشون بده، هیچ واقعیتی از یک فیلم برداری عادی به دست نخواهد. و بگاهی تصور میکن اون مستندسازهای خیلی خیلی بزرگ که میتونیم نام ببریم، چه گذشته چه حالا، در واقع هنرمند بودن، ساختن، ابداع داره سینما مستند، یه کار ابداعی اگه نباشه نمیشه، اصلا مستند نمیشه، یعنی میدونید یه نگاهی اون پشته که تشخیص میده چه جنبه رو بیشتر جلوه بده و چه جنبه رو کمتر جلوه بده. برای من
هنر اصلا واقعیت، حتی اگر مصنوعی باشه، واقعیتی است که ذات واقعیت رو میخواد برملا کنه. مثلا اون تابلویی که فرض کنید، حالا همون رنوار که اسم بردم، همون رنوار رو اسم برم، از یه چهره خانم جنوب فرانسه کشیده، واقعی تر از خود اون خانم است. یعنی واقعا اون ابعاد واقعیت رو در این چهره نشون داد. شما اگر همون خانم رو ببینید، شاید اصلا متوجه نشید که چه خصوصیتی داره چهره رو، ولی در تابلوش میبینید. من به هنر خیلی اعتقاد دارم، به هنر اصیل ابداعی. و حتی حالا باید از یک فیلسوف هم میخوام نام ببرم که معمولا در ایران اصلا راجبش کار خیلی کم میشه. من یه مقاله 40 صفحه راجبش نوشتم، شلینگ آلمانی که دوست هگل بوده، دوست فیخته بوده، ولی شاید قدرت سیاسی هگل اونو تحت شعاع قرار داد. الان کمتر کسی شلینگ میکنه، ولی شلینگ در کتاباش نشون میده که هنر منطق هستی. در هنری که آن منطق هستی فهمیده میشه. لفظ ارگانون رو به کار میبره. ارگانون یعنی کتاب منطق. من به اینو یه خود باور دارم. در هنر این جلوه میکنه، نشون میده اون جنبه هایی که در وهله اول شخص شاید نفهمه. تا فیلسوف هنرمند نشه شاید بعضی این نکات رو نمیتونه بفهمه. حالا خیلی بحث تخصصی نمیکنم، ولی راجع به این موضوع کتاب های تخصصی هست. اگر یک کسی که کار سینمایی میکنه اصالت کارش رو بتونه با اثری که به وجود میاره به اثبات برسونه، خدمت خیلی بزرگی داره میکنه. اگر نتونه اصالت کارش رو به نحوی به اثبات برسونه و فقط یک نوع شهرت طلبی باشه و اون شخصی که مورد بحث هست فقط بخواد سودجویی بکنه و احتمالاً یه ارتقای اجتماعی پیدا کنه، یه مقامی پیدا بکنه، یه شغلی به جدیدی به دست بیاره، فکر نمی کنم اون وقت تأثیر زیادی بکنه و نتیجه مطلوب هم حاصل بشه. یعنی بسیار خوشبین هستم به کار شما و با صداقت این رو عرض می کنم، به شرطی که کار اصیل باشه و هدفش هم اصیل باشه. برای من صحبت کردن راجع به موسیقی خیلی مشکله، برای اینکه از لحاظ فنی هیچ اطلاعی ندارم و هیچ ادعایی هم نمیخوام بکنم. من همیشه در موسیقی فقط یه شنونده بودم. مثلا بعضی از دوستای من، همدورهای من، حتی برادر کوچکترم پیانو میزد. تو خانوادمون بعضی ها بودن از خانم ها که یه سازی رو بلد بودن، یا تار میزدن یا از اون قدیم. ولی من از لحاظ فنی هیچ اطلاعی ندارم و ولی از لحاظ تجربه شخصی خودم هیچ ادعایی هم نمیخوام بکنم. من موسیقی دانای بزرگ، آثار موسیقی دانای بزرگ اروپا رو خوب میشناسم، کم و بیش میشناسم، ولی ادعا نمی کنم. فقط استفاده به اصطلاح شخصی میبرم از اون موسیقی، چون بعضیش من راحت میکنه، بعضی اراده رو نزد من قوی میکنه. من به اینکه موسیقی در شخصیت آدم و در فعل آدم، اعمال آدم تأثیر داشته باشه کاملا اعتقاد دارم. شما بعضی از قطعات موسیقی بتوون اصلا مظهر اراده است، یعنی تشویق میکنه که شما پاشید و روحاً قوی باشید، خودتون حفظ کنید. و حتی موقعی که جنبه غمگین داره، اینا فراموش نکنید که در آلمان هیتلری وقتی سالهای آخر جنگ بود و همه دیگه کمابیش میدونستن که آلمان داره جنگ میبازه، گویا، البته من تو روزنامه‌ها و کتاب‌ها خوندم، در برلین در زیر اون بمباران شدید
جلسات موسیقی میذاشتن و سمفونی نهم بتهوون رو میذاشتن. در این سمفونی نهم بتهوون برای اولین بار در تاریخ موسیقی آوازخوان‌های گروهی داخل، یعنی آواز انسانی قاطی میشه با ساز و یه اوج عجیبی میده. حالا این یه وقتی دوباره گوش بکنید میبینید که روحیه میده. تنها به منظور روحیه سازی بود که اینا رو دعوت کرده بودم. نترسید روحیه داشته باشید و از اون میگرفتم، از اون موسیقی روحیه رو میگرفتم. من هم گاهی این احساس میکنم، گاهی به خصوص از موسیقی ایرانی خودمونم خیلی خیلی دوست دارم اون گام های اصیلشو، ولی از موسیقی غربی الان گاهی که من مینویسم دلم میخواد گاهی تو اتاق صدای موسیقی باشه که یه روحیه خوب داشته باشم. اینو با صداقت بتونم. اول انقلاب از من خواستن که باید تعداد ساعتم رو زیاد کنم. من معمولا 6 ساعت بیشتر یا 8 ساعت بیشتر در هفته یه درسی رو نمیدادم و یه موضوع جدیدی از من خواستن. من یه درس فلسفه تاریخ و خودم پیشنهاد کردم. این کتاب رو هم در گروه فلسفه میخوندن و هم در گروه تاریخ، بین دو گروه همکاری بود. برای اولین بار در این کلاس با یک جوانی آشنا شدم که بعداً شد دکتر آینه‌وند که رئیس این پژوهشگاه. ایشون هم در مدتی که قبل از فوتشون در اینجا تشریف داشتن، منی که این درس رو با من خونده بودن خیلی نسبت به من لطف داشتن و این کتاب سهروردی رو هم که من نمیخواستم به این زودی چاپ بکنم، میخواستم من روش کار کنم، به تشویق ایشان آقا دیگه چاپش کن و اینا، این کتاب هم چاپ شد. ایشون از دکتر آینه‌وند من تشکر کردم در این کتاب. آشنای ایرانیان با فلسفه های جدید غرب که چجوری از قرن 18 سعی شد دکارت رو در ایران معرفی کنن، در قرن 19 چگونه دکارت ترجمه های از دکارت انجام گرفت و حکایات مربوط به آن، افرادی میرزا ملکم خان که در واقع یه نوع خرب زده بود و اشخاص دیگر. این کتاب خیلی اهمیت داره. فلسفه در دوره تجدید حیات فرهنگی غرب، منظور از تجدید حیات فرهنگی غرب لغت رنسانس که من به کار نمیبرم، یعنی نوزایی عمدی این عنوان، که فقط هم فلسفه نیست، فلسفه در بستر فرهنگ، یعنی هنر، نقاشی و کسانی که نقاش های بزرگی که تحولی در نگاه ایجاد کردن. این نویسندهش مادرش ایرانی، همین اتاق به دیدن من چند دفعه اومده و که میادی الان در اروپا فارسی درس، آرمان چایتل. این شخص یک کتاب نوشته، خیلی عنوانش عجیبه، کانت در تهران. این عنوانشه، چرا نمیگه ایران، کانت در تهران. البته این کتاب رو خودشون به من دادن، اینجا هم با آلمانی نوشته که فیر در کاری مشتهدی میت هرسلیشن دانک اون بستن ونشن، یعنی با تشکرات قلبی و بهترین سوه ها، بهترین آرزوها برای اون بونشن، اون چیگه برش آرزو. سالنامه روسی، این سالنامه است، اسم سالنامه اشراق. حالا من سیریلیک بلد نیستم بخونم، ولی این یعنی اشراق اینجا که البته ما میتونیم بخونم. بیشتر اختصاص داره این سالنامه به فعالیت‌های شهرشناسان در روسیه، در دانشگاه مسکو. در اینجا هم یک مقاله از من ترجمه کردن به روسی
و راجب ابو یعقوب سجستانی است. ابو یعقوب سجستانی یه متفکر اسماعیلی کرمان، یکی از قدیمی‌ترین متفکر قبل از ابن سیناست. این کتاب تحت همینطور که اشاره کردم تحت عنوان مغولان و سرنوشت فرهنگ ایران، کتاب فلسفی محض نیست، کتاب میان رشته است، تاریخ و فلسفه با هم. هم راجب تاریخ مغول صحبت میشه، هم راجب متفکران اون دوره صحبت میشه، ادبای اون دوره صحبت میشه. این کتاب هنوز انتشار نیافته و این به اصطلاح آخرین صورتی است که ازش تهیه شده که ما اصلاحش بکنیم که کردیم. انشالله چاپ خواهد شد، یعنی منتشر خواهد شد، چاپ شده ولی منتشر خواهد شد. در اینجا حدوداً 40 صفحه، نزدیک به 40 صفحه به خواجه نصیر طوسی اختصاص داده شد. تمام مراحل زندگی خواجه نصیر طوسی، آثارش، کتاباش، کتابای اخلاقیش، کتابای منطقیش، کتابایی که اون کتاب اساس الاقتباس که در منطقه به نظر من یه شاهکاره به زبان فارسی، چون ما یه کتاب منطق از ابن سینا داریم ولی اون به عربیه. این به نظر من هم به فارسی هم یک قدرت فوق‌العاده داره. درسته منطق سوریه ولی خیلی خوب، خیلی سنگین و خوب. و کتابای دیگرش اخلاق محتشمی، اخلاق نمیدونم ناصریش تمامی بحث شده. یکی از قشنگترین متون کوتاه خواجه نصیر که مرحوم ایرج افشار اینو منتشر کرده به اسم آغاز و انجام، اونو خلاصه کردم، در اینجا هست و چیز بحث‌های خیلی زیادی. ولی آخر مقاله من به جای خواجه نصیر سوال میکنم، با این 70 نزدیک به 70 سالی که این عمر کرده و این همه سختی دیده و زحمت کشیده و در دوره بحرانی بوده، دوره مغول بوده، موقع جنگای دائمی بوده و غیره، این با خودش سوال میکنه آیا این درد زانو، این لرزش دست، این کمسور شدن چشم، این نمیدونم کمر درد، سر درد و غیره، این اجر زندگی منه؟ این همه زحمت کشیدم برای اینکه اینا رو بگیرم؟ بعد میتونیم فکر کنیم نه، اینا اجر زندگی نیست، اینا نتیجه زندگی یک محقق و دانشمند و یک متفکر نیست، اینا برعکس منفی همش. خب ما کار نکردیم که جسممون رو از نابود بکنیم. پس نتیجه چیه؟ نتیجه یک چیز، هنوز عشق به تحصیل، عشق به یادگیری از دست نداد. این نتیجه اینه، یعنی تا لحظه آخر هنوز میخواهم بدونم، هنوز میخواهم ادامه بدم. من اگر عمرم کفاف نمیده دیگرم باید ادامه بدم، من باید مشوق اونا باشم، نه اینکه اونا رو مایوس بکنم. همین نتیجه کار خودمند هم هست. من برادرم اهل فوتبال بزرگیه که فوت کرد، من نه خیلی اهل فوتبال نبودم. چه تیمی دوست دارید؟ باز تیم صحبت نمی کنم، ولی دوره جوانیم تنیس بازی کردم، پینگ پونگ بازی کردم، نمیدونم والیبال بازی کردم، راه زیاد میرم، الانم دوچرخه سواری خیلی موصل میکردم. چیزو دوست داشتم، درخت ها رو دوست داشتم، باغبانی کردم. ببینید مریو میشه از چندین لحاظ صحبت کرد، مگه از لحاظ عالی جسمانی با الف، یعنی از لحاظ زندگی رو اینجا میتونیم بگیم توحید مسائی، همین من اعضای مختلف درونی خارجی با هم توحید مسائی دارن و تا وقتی این توحید مسائی هست، انطباق با محیط هست، انسان زنده است. در مرگ این توحید مسائی تموم میشه،
یعنی این ریه با تنفس و خون و اینا همکاری نمیکنه. اون یکی نه. خب این یه چیز عالیه، زیست شناسیه. حالا اینو میذارم کنار، اینکه روشن نیست چیه. خیلی روشن، زندگی حفظ زندگی است و وقتی که مرگ میاد این توحید مسائی متلاشی میشه و دیگه زندگی حفظ نمیشه از لحاظ زیستی ها فقط. ولی ما اصلا مرگ برای ما فقط در زندگی وجود داره. ما مرگ احساسی است که در زندگی میکنیم، یه جور نابودی رو در دل زندگی ما احساس میکنیم. این نگرانی ما بس از زندگی تا از مرگ. یعنی اون چیزی که مورد توجه ماست اون جنبه منفی است که در زندگی خودمون احساس میکنیم، اسمش میذاریم مرگ. این هم باید باشه. آدم چشم بسته که زندگی نمیکنه. آدم باید آگاه زندگی بکنه، باید روبرو بشه. بله این یه دوره هست، بعدم نیست غیره. فقط اون میشه که به نظر من مهمه و این حالا خیلی تعجب بکنیم خواهید کرد. این عبارت از چارلی چاپلین، حالا که میخوام بگم خوب دقت کن. چارلی چاپلین در فیلم لایم لایت شاهکاره. این یه تیکه میگه که یه چیزی هست که اجتناب ناپذیر از مرگه. ما ظاهرن میگیم مرگ اجتناب ناپذیر، ولی اون میگه یه چیزی هست که اجتناب ناپذیر از مرگه و آن زندگیست. پس به عشق بدانش، یعنی عاشقه، فیلسوف عاشق یادگیری. اگر من فلسفه نخونده بودم این همه دنبال تحقیقم. یعنی این دانشجو بودن رو به شما میاموزه، صنعت کار کردن رو به شما میاموزه، این غریزه رو در شما تشویق میکنه. بس فر ندار، هیچ چی تموم نشد. انشالله همتون موفق باشید، افکار مثبت و خوبی داشته باشیم هممون و آموختن رو یک فضیلت بدانیم. هم که یاد میگیریم این یه فضیلت، هر چی که یاد میگیریم یه فضیلت. تشکر میکنم به کافی آقا دیگه شما میکنم همینجوری فقط صورت دکتر مشتری داشته باشه، خنده زیباش داشته باشه. نمیدونم والا نماردیم آخر عمری یه چیزی راجع به خودمونم شدید. Thank you.